سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوام بهتون بگم که قوانین جدیدی که برای پاسپورت آلمان گرفتن سیتیزنشیپ آلمان تصویب شده چیا هستن و چجوری میتونید توی بعد اینکه اومدین آلمان در عرض فقط 3 سال پاسپورت آلمانیتون رو بگیرید. بریم که ببینیم. اول از همه بگم که این قوانین به مجلس آلمان فرستاده شده، تصویب شده، اما تاریخ اجراش 26 جون 2024، یعنی حدود 2 ماه دیگه اجرا میشه. و اگه تا اون موقع اگه میخواین اقدام کنین برای این، اگه تو آلمان هستین میخواین اقدام کنین، به نظرم صبر کنین. و اما چیزایی که قبلا برای گرفتن سیتیزنشیپ آلمان لازم بود، یکیش این بود که 8 سال باید توی آلمان به صورت قانونی اقامت داشته باشین، مثلا به عنوان مثلا 3-4 سالش به عنوان دانشجویی و بقیه‌اش هم حالا یا کار کرده باشین یا اینا. 8 سال بود. من به شخصه این خیابون رو خیلی دوست دارم، ولی خونه‌های اینجا یه ذره گرونه. مثلا این خونه رو ببینین، خدایی خوشگله. مثلا این خونه رو هم تازه ساختن، خدایی خیلی خوشگله. زوم کنم بالکنش، اینه خیلی خوشگله. زومت کن. قوانین جدید که اومده 8 سال آورده به 5 سال و تحت شرایطی به 3 سال و یه سری قوانین جدید دیگه که کمک میکنه به این اومده. مثلا قوانین قبلی اینا بودن، تو باید مدرک حداقل B1 آلمانی داشتی، سوشال ورک داشتی، یعنی توی فعالیت‌های اجتماعی تو آلمان شرکت کرده باشی، یا حتما باید کار داشته باشی توی آلمان که بتونی گزینه بعدی که میشه فاینانشال سپورت، یعنی خرجت خودتو در بیاری رم اونو تیکشو بخوره. و الان این گزینه بازم هست، باید کار داشته باشی یا حداقل نشون بدی که خرج و مخارج خودتو میتونی تامین کنی و نیازی نیست کسی بهت پول بده، دولت بهت پول بده. بعدیش تست شهروندی بود که میرفتی آزمونی میدادی، اطلاعاتی باید در مورد آلمان داشته باشی و اینا. خب اینو همه دارن، سیتیزنشیپ تست بهش میگن، کانادا هم داره، آمریکا هم داره. بعدیش نداشتن سوء سابقه هستش که تو آلمان خلافی نکرده باشین. منظورم از خلاف جرایم راهنمایی و رانندگی نیستش که حالا جریمه شدین یا نه، نه مثلا کار خلاف جنایی نکرده باشین و سوء سابقه نداشته باشین. و شرط بعدی که میخواستن این بود که شهروندی کشور دیگر رو نداشته باشین. مثلا اگه شهروندی مثلا میگم ترکیه رو داشته باشین، وقتی میخواین پاس آلمانی بگیریم باید اون پاسپورتتون رو تسلیم میکردین که فقط یه پاس داشته باشین. این قانون هم یکی از مزایای خیلی بزرگ، البته حالا شامل ایران نمیشود، ایرانی‌ها قبلا نمیتونستن هر دو تا پاسپورت رو داشته باشن، ولی اکثر کشورها نمیتونستن که هم پاسپورت کشور خودشونو داشته باشن هم پاس آلمانی بگیرن. ولی الان با قوانین جدیدی که قرار اجرا بشه میتونن چند تا پاسپورت داشته باشن و همزمان بتونن پاس آلمانی رو هم بگیرن. توی قوانین جدید نوشته که اقامت، مدت زمان اقامتی که لازمه توی آلمان باشین تا برای پاس اپلای کنین، از 8 سال اومده 5 سال و توی شرایطی شده میتونی 3 ساله اقدام کنی، 3 ساله پاس آلمانی بگیر. این شرایط رو نوشته که evidence of exceptional integration، یعنی یه شرایط استثنایی و یک پارسگی برای شما شد. حالا جزئیاتش رو منم نمیدونم، باید اجرا بشه ببینیم چه کارهایی باید لازمه دقیقاً انجام بدیم، ولی حس میزنم اینجوری باشه که هم زبان مثلا خوب داشته باشید در حد C1، هم سوشال ورک داشته باشید، کارهای استثنایی کرده باشین، بعد یه شهروند نمونه باشیم به زبان خودمون که شامل این 3 ساله بشه. و بعضیا میپرسن اون اقامتی که دوران دانشجویی داریم توی آلمان اونم حساب میشه؟ بله حساب میشه. قبلا اینجوری بود که چند تا از دوستام اینجوری گرفته بودن، میگفتن نصف حساب میشه اگه 4 سال اینجا درس خونده باشین، چون مالیات پرداخت نمیکنین و در واقع کار دانشجویی که دارین مالیاتش کم پرداخت میکنه. اگه ندارین که خب زیاد خوب نیست، و اگه مثل من کار دانشجویی دارین و مالیات میدین اونم نصف حساب میشه چون مالیات کمی میدین. بله در کل آره حساب میشه، دوران دانشجویی هم جزء دورانی که اقامت دارین تو آلمان حساب میشه. شرط بعدی نوشته مدرک زبان B1 آلمانی، ولی اون چیزی که من خبرنگاری خود آلمانی بود داشت جلوی مجلسشون داشت توضیح میداد این قانون رو شنیدم، این بود که حالا توی سایت نوشته B1 آلمانی، ولی این بود که B1 رو میخوام ولی آلمان انگلیسی میتونه هر دوش باشه. یعنی توی اون قانون که نوشته شده، توی این قانون نوشته English or German، برای همین باید صبر کنیم ببینیم واقعیه یا نه، اون حرف خبرنگارم درست در میاد یا نه. در کل B1 رو میخوان، حالا چه آلمانی چه انگلیسی یکیشو میخوان.
جاتون خالی، کل پارک، خانواده ها، دوستا، رفقا اومدن دور هم پیکنیک کردن. امروز تعطیل اول می هستش و دارن آبزو میخورن، سوسیس میخورن، سایی میخورن، قهوه میخورن. آره دمشون گرم. خدای هوا وقتی خوبه آلمان خوبه. من تابستون آلمان رو دوست دارم، تا پاییز میاد شروع میکنم ویدیوهای بد ساختن. آلمان خیلی بده، هواش آشغاله، همه افسرده ای، خیلی گوهه. اما شروط بعدی دقیقا همونایی هستن که توی قبلا هم بودن، یعنی نداشتن سوء سابقه، نشون دادن توانایی مالی، سیتیزنش تست یا اون تست شهروندی، و اینجا فقط نوشته که دوال سیتیزنشپ، یعنی میتونی چند تا پاسپورت هم داشته باشی. این قوانین جدید بود، حالا خبر خوبیه برای همه، ولی شامل ماها نمیشه. در واقع ماهایی که مثلا دو سه سال اینجاییم چرا شامل نمیشه؟ اینا یه کاری کردن، قبلا اینجوری بود که هر سال یا ایده آدم کوالیفای میشدن برای اپلای برای پاسپورت. خب مثلا هر سال فرض کنیم 500 هزار نفر واجد شرایط میشدن که برای پاس آلمانی اپلای کنن، ولی اینا یهو آوردن شرایط خیلی آسون کردن، 8 سالو کردن 5 سال برای ایده 3 سال، که اگه این اجرا بشه معنیش این نیست که مثلا شمایی که کاری اومدی آلمان و 2 3 سال کار میکنی سر 3 سال میتونی پاس بگیری، چون یا یه دفعه مثلا 2 3 میلیون نفر واجد شرایط میشن توی آلمان پاسپورت بگیرن، پاس آلمانی بگیرن، و اونایی که سیستم اداری آلمانی میشناسن میدونن که 3 میلیون نفر بخوام مثلا میگم پاس آلمانی بگیرن خیلی سال طول میکشه، خیلی روندش کنده توی آلمان، و احتمالو میدم که مثلا حدود 2 3 سال توی نوبت باشیم، یعنی دقیقا 2 3 سال طول بکشه کارهای اداریشو بکنیم که بریم پاس بگیریم اونایی که واجد شرایطن. و در واقع زیاد فرق نمیکنه برای منی که دانشجویی اومدم و این مدت دانشجویم داره تموم میشه و فارغ التحصیل میشم، دوروبر 5-6 سال حداقل طول میکشه و تا پاس آلمانیمو بگیرم، ولی حالا زیادم مهم نیستش. قرار نیست الان پاس آلمانی رو بدم، من قرار نیست الان کار خاصی باش بکنم. میخوای اروپا رو بگردیم، آزادیم بگردیم، همه جا میتونیم. یه کانادا و آمریکا رفتنمون سخت، کانادا که میتونیم بریم، آمریکا رفتنمون سخته. یه قرارم نیست تو 10 سال آینده آمریکا برم، برای من نوعی زیاد فرقی نمیکنه. حالا اقامتمو دارم، مشکلی ندارم، حالا پاس آلمانی رو یه 2 3 سال دیر بگیرم. این بود موضوع این ویدیو، امیدوارم سوالاتتون رفع شده باشه. اگه سوال خاصی داشتین در مورد جزئیاتش اینا حتما بپرسین، جواب میدم. آها بچه‌ها، من توی اینترنت رو گشتم، الان بریم از کنار اون آبشارم رد بشیم ببینید. توی اینترنت گشتم که تحت چه شرایطی میشه 3 ساله این اقامت رو گرفت. نوشته بود که باید اکادمیک اچیومنت یا اکونومیکال اچیومنت. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه مدرک تحصیلی توی آلمان گرفته باشین، یا مثلا یه فعالیت خاص اقتصادی مثل ثبت شرکت، داشتن استارتاپ و غیره داشته باشین. یکیش این بود، یکیش هم توی یه شناختی باید از اجتماع آلمانی ها داشته باشین، یعنی اطلاعات و علمی در مورد جامعه آلمان ارائه بدیم بهشون. بد نگاه میکنم، خجالت کشیدم. بریم از اون بر دور بزنیم. علاوه بر اونا اینا شرط زبان سطح بالا رو هم گذاشته، همون که گفتم حس میزنم باشه، یعنی شما باید حداقل B2 یا C1 هم بگیرید، اونم آلمانی، و بقیه شرایط دیگر هم داشته باشین که مثلا بشین شهروند نمونه و 3 ساله پاس آلمانی بگیرید. خب من نشسته بودم رو زمین، تعدادشون زیاد بود، خجالت کشیدم از زلوشون رد شم. این آبشارم اینجا پشتشه، بذار ببرم بالا. اینجا پشت آبشاره مصنوعیه و شیر آب باز کردن از بالا میریزه. بریم از کنارشون رد شیم بریم. بله دیگه اینجوری ها. یا آهنگم میذارم اونجا روش تا از پارک خارج بشیم. حسابی دارم میتر کنن، دارم بازی میکنن و شادی میکنن. امروز توی دانشگاه لمگو هم، توی دانشگاه ما البته دتمولد نه، لمگو، یه جشن و پارتی بوده که من نرفتم.